آقای رحیمی هم رسید. چی آوردی؟ سبزی. سبزی برام آوردی واسه سحر آوردی. واسه سحر آوردی. اون چه آدم پلاسی؟ اون چه آدم پلاسی؟ اون چه پلاسی که آوردی؟ این همه رو. من خودش بگیره دیگه سمار ماشین خانه بوده به 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 من قربه سبزی میخوانم این هم از آزمایی خوشوه من قربه سبزی چشم چرا تو میخوای آشک نخوری قرمه سبزی بخوری؟ روشی نخوری آشک بخوری آشک بخوری آشک بخوری آتل زحمات کل روز ما بابا کنترل نمیدونم کجای همه شهر خراسان رو سر قسطو رو مستش قسطو من بارا قسطو مستش قسطو من تدیگه بگم الیاس تا پیش خود خود قرمه سبزی گذاشته گرمه؟ گرمه یا سرده؟ ما برای خود آشگ آماده کردیم بچه ها بفرمایید آشگ خوشمزه هیچی مثل یک افطاری آشگ نمیشه واقعا عاشق آشگم این واشک های ما یکم خونه کم شده البته آقای رایی بالا ششتت منتظره از آن دیگه سفار شما آره پسرم چه جوری خورده نگاه چی وزی کرده اینجا را خودش ریخت دیگه چاره نبود آره چاره نبود بفرمایید دوستا آشک خوشمزه ما که منتظرم مصطفی که دل طاقت نمونه مور قرآن میکنم ما منتظرم چی آدم نه مصطفی که آشک خور خلاص کرد چطور بود مصطفی؟ خب همینطور خوب نیه که آدم بگیره آماده کنه در فریزر بذاره هر روز قد خمیر نزنه از من یکم مونده از مصطفی خلاص شد دوستا جایتان خالی واقعا خیلی خوشمزه بود برای افطار که اصلا حرف نداره دوستا عزیز تره یا بعضی دوستا میگن گندنه اینا رو تمیز شوشتم و حالی هم میخواییم که اینا را خوب ریز خورد کنم که آشگ فریز شده با هم درست کنیم برای ماه مبارک انشاءالله و اینکه یک چیزی هم بگم بخاطر که ترها زرده و دوستا اینا را از سر زمین ها رفتن چیندن بعد از همون خاطر رنگ رویشان یک خورده بد هست بعد این ترهای قدیمی از سر زمین ها بوده اینا را کنده بودن باز مردم ها برن جمع میکنن برای خوب دیگه استفاده میکنن اینا رو خوب ریز خورد میکنیم برای آشک خوب ریز خورد بشه خیلی بهتر استش دیگه من اینا رو فعلا خورد کنم شما بیننده باشید کندنه ها رو ریز کردم حالی رو کنار میذارم فعلا نمک فلفل چرا نمیزنم از خاطر که اگر الان نمک بزنیم سبزی آب میندازه و خیلی دیگه بد میشه فعلا آرد خورم خمیر خورم آماده میکنیم و بعدش باز موقعی که خواستیم پر کنیم همون موقع نمک فلفل بهش میزنیم این چهار تا و این پنج تا تقریبا چهار و نیم تا به خاطری که سبزی ما خیلی زیاد است نمیخوام دیگه خمیر کم بیم باز دوباره خمیر درست کنم الیاس هم همراه بابای خرفته بیرون یه خانه حسابی ساکت داشتن تلویزیون خاموشه یک مقدار نمک میزنم به آرد یه آرد ما به نمک نباشه فکرم کم بود یک کم دیگه بزنم حالا میخواییم که همین مقدار آرد که حدوداً 5 لیوان بود از همین لیوان های فرانسوی یا 5 کپ یا 5 پیمانه خب بعد که در یک زبان میشناسه اینا را دیگه همین پیمانه برابره یک پیمانه برابر با یک لیوان دستدار فرانسوی و حالا میخواییم خمیر کنیم دوستا لیوان اول که راحت بریزین چون اونقدر زیاد نیستش لیوان دوم آروم آروم بریزید که یک وقت از پیش شما خمیر آبکی نشه
اگر خواستین داخل دیگ منتو جور کنید، حتما توی ترکیبات خمیر خوب تخم مرغ و روغن هم اضافه کنید. و اینکه دوستا 5 لیوان تقریبا آرد داشتیم و یک لیوان که کامل رفتیم آب و یکی دیگرش هم تقریبا 1/4 لیوان ما مانده. حالا 10 دقیقه بهش استراحت میدیم. اگر وقت نداشتین میتونید که همون موقع سریع شروع کنید و گاز بزنید، ولی اگر تایم داشتین 10 دقیقه سرش رو بذارین و اجازه بدین تا خمیرتون 10 دقیقه استراحت داشته باشه، اینجوری خیلی بهتره. اصلا روی خمیر رو بپوشونید دوستو که روی خمیر شما خشک نشه. 10 دقیقه میذاریم و میایم که وردانه بزنیم اینا رو. خمیر ما 10 دقیقه استراحت کرده، ببینید چقدر رنگ روی خوبی به خودش گرفته. حالا این رو تبدیل زواله یا چونهای کوچکتر میکنیم و خمیر رو گاز میزنیم. یکم آرد پیشتیز خو میریزیم. من چون میزم یه خورده کوچیکه دیگه نمیشه که همه خمیر وردارم و همه ایش رو یک جای چونه گاز بزنم ببخشید. از همون خاطر مجبورم در چونه های کوچکتر تبدیل کنم و بانمش که دانه دانه اینا رو گاز بزنم. زیر روی خمیر خوره آرد بپاشین. آشگز میگین، وردنه میگین، آردگز میگین. برو هم پیش تیز خوب بذارین. زیر روی خمیر خوره آرد بپاشین و تا حدی که میتونید خمیرها رو گز بزنید و نازک کنید به این شکل. حقیقتش من زیاد قدیما که بود اون تو زیاد علاقه در غذاهای خمیری اینا نداشتم. بعد که با مصطفی ازدواج کردم اینا کیسه کیسه آرد میخریدن و مخوردن و من اصلا اولی دوست نداشتم. الان دقیقا همین حرکت ها رو زنداداش مداره. زنداداش من خدا نه آشک دوست داره نه من تو دوست داره، کلا غذاهای خمیری زیاد باش حال نمکنه. بعد اون رو که میبینم یاد قدیمای خود خو میافتم. بهش هم گفتم من اول همینجوری بودم، بعد یواش یواش آسته آسته من خمیرخور شدم و واقعا یک چند دفعه آدم بخوره معتاد غذاهای محلی خود ما میشه. همراه یک وردنه بزرگتر دوستو خمیر را گز میزنیم. لابلایش حتما آرد پاشی کنید چون خمیر بازتر میشه و احتیاج به آرد پاشی داره. اگر نه ده هم میچسبه و مجبور میشین دیگه خمیرتان از سر نو او را زواله کنین و دوباره او را گز بزنین چون ده هم دیگه میچسبه و کارتان خراب میکنه. در مورد همین غذاهای خمیری وطنی خود ما بهتون بگم دوستا که چه غذاهایی را شما میتونین فریز کنین از این نوع خمیری شیره. خب بولانی رو که اصلا و ابدا فریز نکنین چون که خیلی طعم بدی میگیره، اصلا خوشمزه نمیشه. و ای که غیر از بولانی آشک منتو اینا را میتونید راحت فریز کنین چون اینا یه خورده همین قالب زدن چی و مثلا پر کردن چی یکم وقت میبره. مثلا شما یک تایمی هست که حالا دوستتان هست خانه‌تان یا خواهرتان یا مادرتان میتونه دیتون کمک کنه، یک عالمه بگیرین درست کنین بعد فریز کنین بذارین. هر زمانی هم که احتیاج داشتین یا هوس کردین که غذاهای خمیری را جور کنین دیگه در خانه خود در توی یخچال خود دارین و مزیش هم خوبه، ولی بولانی افتضاح میشه. اصلا بولانی رو امتحان نکنید دوستان.
من همه راه ها را رفتم، تجربه خورده شما میکنم، شما هم سعی کنید از تجربه استفاده کنید. اشتباهی که حالا من دیتون میکنم که مثلا اشتباه ها سعی نکنید شما یک دفعه دیگه شما تجربه کنید، چون زحمات شما به هدر میره و مواد مصرفیتان حیف میشه. همین آشک و منتور میتونید کارا را کنید، یعنی داخل فریزر نگهش دارین. وردنه از من که میبینید دوستان، این لوله آب از این لوله های زخیم و ای که یک از وردنه های خیلی خوب برای گز زدن خمیره. من دنبال وردنه چوبی باریک را رفتم، مثل همین ور باریک باشه، ولی پیدا نکردم. این حد الامکان خمیر را باز کنید، لابلایش را آرد پاشی کنید خمیر نچسبه، بعد این که قالب میزنیدم نچسبه. خب دوستان، خمیر را گز زدیم تا حدی که ممکن بود، این را نازک کردیم. حالا خمیر را دور یعنی وردنه خو یا دور آشگز خو اینجوری بپیچیم و حالا میخوایم قالب بزنیم. بعضی ها هستن که با لبه لیوان یا قالب، قالب های دیگه، مثلا یک قالبی که گرد باشه با اونا میزنن، ولی من بذار این اندازش یک خورده بزرگ شد، یک کم کوچیک ترش کنم، ولی من اینجوری بیشتر خوش دارم، اینجوری ضایعاتش کمتره و ای که دوستا به این شکل خیلی زیاد میتونید قالب بزنید. خب بعد احتیاج به قالب زدن هم نداره که بخواین با یک دستگاهی با یک نمیدونم لیوانی چیزی بخواین این را قالب بزنید. اینجوری خیلی سریعتر، راحتتر و بهتر انجام میشه و اینکه میگم ضایعات کمتری داره. اگه بخواین با قالبای یا با لیوان بخواین بزنید، باز یک مقدارش اضافه مونه، دوباره اون خمیر رو جمع کنید و دوباره باز دوباره بزنید. خیلی وقت شما رو میگیره، فقط کافیه به این شکل نگاه کنید که هرچند آموزش های اینا همه توی چنل هستش، ولی دوستان نگاه نمیکنن. یه گفتم اینجا حضوری و کاملا با صدای خودم براتون بگم که شاید لازمتان بشه. نگاه کنید دوستا، وقتی اینجوری قالب میزنید دوریزش خیلی کمتره و شما در عرض کمترین زمان مثلا یک عالمه قالب زدین و اگه دو سه نفر کنارتان باشه میتونید تون تون همه را پر کنید. و میگم این به نظرم یکی از راحت ترین روش ها هستش. به این شکل ببرید همراه کارت، اضافهاش رو میزنیم اینجوری. به نظرتون اینجوری بهتر نیست بچه ها؟ به نظر من که اینجوری بهتره، اینجوری دوریز کمتری هم داره. ببینید دوریزش همه قد شد، اینقدر دوریز. اگه بخواید با لبه لیوان بزنید یک عالمه وقت شما رو میگیره، خستم میشین. نگاه کنید ما در عرض یک دقیقه این همه قالب زدیم، دیگه چی از این بهتر ها؟ بریم بقیه. بچه سبزی رو یک مقدار کمتر کردم و که ببینم چقدر من احتیاج دارم که سبزی رو استفاده کنم و خمیرهای من رو جواب بدم. یک بخه گذافه همه باز بازو کوکوی تره درست کنم. در حد یک قاشق دو قاشق روغن میریزیم. این مرچه سرخه یا فلفل قرمز، یه هم نمکش. اون اول نزدم نمکشه به خاطر اینکه تره ها شل میشد و آب مینداخت، خیلی دیگه به نظرم خرابی به بار می آورد. به همین خاطر گذاشتم و همون لحظه ای که خمیرها رو حالا قالب زدم، همون لحظه بهش نمک و مرچش اضافه کردم. بعضی از سبزهاش درشت منده بچه، اینا رو من از تویش خارج میکنم برمیدارم. به این شکل اگر دیدین خمیرتان آرد اضافه داره، قبل که اینجوری پن کنید خمیرهای خود را بذارید که داخلش سبزی بذارین، قبلش یک تگ بزنید که آرد اضافیش بتکه، آرد اضافیش بریزه. اینجوری باعث میشه که خمیرتان خطر پاره شدنش داخل آب جوش که خیلی کمتر باشه. به دو شکل میتونید این را دیزاین کنین یا ببندین.
اول از همه چون این قسمت هایش خیلی آرد داره دور ورش، ممکنه دم دیگه نچسبه. خب میتونید که کنارایش رو آب بزنید، یک مقدار دستتون رو خیس کنید بهش آب بزنید به این صورت، بعد خوب محکم میشه که دیگه اصلا باز نمیشه. میتونید حالت مثلث ببندید به این صورت. خب ببینید دوستا هوای داخلش رو هم خارج میکنیم، و اگر دوست داشتین که آشکاشم کوچیک‌تر باشه میتونید که یک مقدار آشک‌ها رو خمیرها رو کوچیک‌تر برش کنید و به این شکل میتونید اینا رو فرم بدید یا شکل بدین. دیگه دلخواه خودتونه، دیزاینش کلا به سلیقه خودتون هستش. دوباره لبای خمیر رو اینجوری خیس میکنیم. برای پر کردن آشک واقعا اگر نفر زیاد باشین خیلی راحت و سریعتر پیش میره، اگر دستنها باشین به شدت سخت پیش میره تا تمام شده دیگه از آشک خوردن ممانین، مگر اینکه فردا هیچ خود درست کنین. به این صورت دوستا این یکیشو مربی کردم، هوای داخلش خارج کردم و میتونید به این شکل بهش فرم بدین هر جور که با سلیقه و میل خودتان بود. دیگه ایناش با عهده خودتان است. من فقط رسالت من می بود که براتون بگم. البته بازم نکات دیگه ای داره، صبر کنید که من اون نکات را سر موقعش براتون بگم در مورد فریز کردنش هستش، که من فعلا اینا را اول تمامی آشک های خود را پر کنم بعد بهتون بگم باید چی کار کنیم چی کار نکنیم. به این شکل خمیر را پر کردم، حدودا دو تا سینی آماده کردم و ببینید کف سینی را یک مقدار آرد پاشی کردم و همه آشکار رویش چیندیم. یک جوری بچینید که رو هم نباشه، به همین صورت ردیفی باشه روی همدیگه قرار نگیره، و به همین شکل بذارین داخل فریزر تا خودش بگیره در حد 1 الی 2 ساعت بستگی به او دمای فریزرتون داره. وقتی دیدین که سفت شد باز خارجش کنید بیارید، که من الان بهتون میگم که بعد از اون باید چیکار کنید. الان من اینا رو میذارم داخل فریزر و حدود 1 الی 2 ساعت بهش زمان میدم تا خودش بگیره یا محکم شوه یا سفت شوه. دوستا بعد از اون باز میام براتون میگم که باید چیکار کنید. بعد از 2 ساعت که آشکای ما خودش گرفته و یک کم یخ زده، حالا میتونیم که برای اینکه فضای کمتری داخل فریزر را بگیره، داخل کیسه فریزر یا داخل ظرف های مخصوصی که داخل فریزر میذارن میتونید داخل اونا برای هر یک وعده خو تقسیم بندی کنید و بذارید داخل فریزر. دیگه این دفعه اگر رو هم بذارید هر کاری بکنید دیگه به هم دیگه نمیچسبه. به خاطر همین ما 2 ساعت اول میذاریم داخل فریزر که یکم خودش بگیره، بعد حالا اگه داخل پلاستیک بخوایم مچاله هم بکنیم دیگه اینا هیچ وقت به هم نمیچسبه. هر اندازه ای که برای یک وعدش مکافیه به این شکل داخل فریزر بذارید، نه شکل خود خراب میکنه و نه این که به هم میچسبه. چون الان یک مقدار یخ زده، حدود 2 ساعت داخل فریزر گذاشتیم. مثلا همین مقدار رو اگه بخوایم بذاریم داخل فریزر هیچ کار نمیشه، نه به هم میچسبه و نه شکل ظاهرش رو خراب میکنه. در عوض فضای کمتری هم داخل فریزر اشغال میکنه. این هم از آشک های ما دوستا که میتونید اینا رو بذارید داخل فریزر و در ماه مبارک رمضان اگر تایم نداشتین یا اگر حال نداشتین میتونید از این آشک های فریز شده استفاده کنید. و یادتون باشه که منتو رو هم میتونید به این شکل آماده کنید، ولی بولانی رو هیچ وقت هم چیکار نکنید چون اصلا مزه خوبی نمیده. الان اینا میرن داخل فریزر انشاءالله برای هر تایمی که خواستیم برای افطار آماده کنیم، فقط کافیه داخل آب جوش بندازیم. ما مصطفی زیاد در آشک علاقه آنچنانی نداره، بعد من خودم آشک خیلی دوست دارم. مصطفی چیزی که خیلی زیاد دوست داره بولانی هست، خیلی دوست داره بولانی را. ایدیس هم خیلی بولانی دوست داره، زیاد آشک خور میانی پدر پسر کلان میسه هم دیگه.
آب ما در حال جوشه، ولی امی آشکا را انتقال میدم در داخل آب جوش. درش را میذارم خوب یخش باشه و آماده شده. اینجا قرمش رو نگاه اندازم، قرمش هم آماده دوستان. آشکار ما کف کردم، مواظب باشید که سر نره همه جور کسیف میکنم. اگر یک وقتی دوست نداشتین که آشکایتون پاره شه به داخل آب، میتونید که این آشکای فریزری را داخل دیگ منتو درست کنید. داخل دیگ منتو درست کنید، شکل زایق را حفظ میکنه. اینجور نگه دارم که آبای اضافه شم بره و میریزیم روی ماستا. هرچقدر زیادتر بجوشه بیشتر خمیرها پاره میشه و میریزه سبزیایشی بیرون. من به خاطر که اینا یخزده بود گفتم کامل اینا یخهایش باز شد و اینا دیگه زیاد گذاشتم که خوب خمیرهایش پخته شد و از اون حالت یخزدگی در بیایه. به این شکل سبزی اضافه شنا دور نریزیم، بریزیم رویشی، خیلی هم خوشمزه میشه. یه از این حالا بیاریم این بر رویشی ماست و چیزای دیگهش را اضافه کنیم. مای روزه از ما انتظار تزئین کردن و خوشگل کردن نداشته باشید. این هم از قرمه ما، توی قرمه از این یکم چیزم ریختم، گوشت چرخ شده هم ریختم که یکم همین تو سر و دل بگیره مقوی تر باشه، زود گوشت نکنه آدم. و برای یکیشم میرزم ده. ما برای خود آشک آماده کردیم بچه ها، بفرمایید. آشک خوشمزه، هیچی مثل افطاری آشک نمیشه، واقعا عاشق آشکم.